سر خط خبرها. نگرانی روسیه و پاکستان از حضور داعش در افغانستان. دو کشور از کابل انتقاد میکنند که نسبت به تهدیدهای داعش بی‌پرواهند. پاسخ تازه امریکا به طالبان. اگر طالبان گرایش به صلح دارند با حکومت افغانستان گفتگو کنند. هشدار به آنانی که در برابر اجرای قانون مانع ایجاد میکنند. رئیس جمهور اصلاحات را پیش نیاز آوردن صلح در کشور میداند. ما و شما کسایی را که حاکمیت قانون نمیخواهند اجازه از ایره داده نمیتونیم که مانع پیشرفت ما شود. و خواست محمود عباس از سازمان ملل برای شناختن رسمی فلسطین به عنوان یک عضو کامل این سازمان. به نام خدا، سلام و عصرتان بخیر. به خبر 5:30 خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. روسیه و پاکستان به شدت از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. وزیران خارجه پاکستان و روسیه تاکید دارند که کابل و واشنگتن گزارش های آنها درباره تهدیدهای گروه داعش در شمال و شرق افغانستان را نادیده می گیرند. مسکو و اسلام آباد به هدف مبارزه مشترک با هراس افغانی یک کمیته نظامی ایجاد کردند. اما وزارت دفاع افغانستان تاکید دارد که داعش در افغانستان به شدت سرکوب شده و خطر متوجه کدام کشور نمی باشد. گزارش می بینیم از بشیر احمد قاسمی. داعش یا دولت اسلامی. داعش تاکنون چندین حمله پیچیده و خطرناک را در بخش‌های از افغانستان راه‌اندازی کرده است. اکنون وزیران خارجه روسیه و پاکستان تاکید دارند بر بنیاد اسنادی که نزد آنها وجود دارد، هزاران جنگجوی داعش در مناطق مرزی در شمال و شرق افغانستان مستقر شده و شمار آنها در حال افزایش است. ما برای مبارزه جدی با هراس افغانی به ویژه داعش آمادگی کامل داریم، چون متاسفانه ارتش ایالات متحده آمریکا و ائتلاف ناتو در افغانستان تلاش میکنند از گسترش نفوذ داعش در این کشور چشم پوشی کنند و حقایق را خاموش ساخته یا رد کنند تا نشان دهند که داعش یک تهدید جدی نیست. وزیر خارجه پاکستان از افزایش تهدیدهای داعش در افغانستان به شدت ابراز نگرانی میکند و هشدار میدهد که پاکستان، چین و روسیه از خطرات داعش متاثر خواهند شد. ما نگرانی مشترک خود را درباره گسترش بدون کنترل داعش در افغانستان مطرح کردیم، اما متاسفانه حکومت افغانستان و واشنگتن حضور وسیع و یا گسترش داعش را در افغانستان کاملا تایید نمی کنند. همچنان روسیه و پاکستان به هدف مبارزه مشترک با خطرات داعش و هراس افغانی یک کمیته نظامی مشترک تشکیل می دهند. مقام های امریکایی اتهام ها درباره پشتیبانی از داعش در افغانستان را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان نیز خطرات داعش را جدی نمی داند. در ننگرهار، کنر، نورستان و اورزگان قبلا جولان می کرد و اینها مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بودند. اما ما اینها را در اورزگان، در ننگرهار و همچنان در جوزجان که در منطقه درزاب است توسط حملات هوایی اینا را ما تار و مار کردیم. نگرانی روسیه و پاکستان در حالی از حضور داعش در افغانستان مطرح می شود که در برخی از موارد این کشورها خود از داشتن روابط با مخالفان مسلح دولت و پشتیبانی از آنها متهم شدند. در میدانهای نبرد از نزد مخالفان مسلح دولت جنگ ابزارهای روسی به دست آمده و پاکستان نیز متهم به پشتیبانی از مخالفان مسلح دولت شده است. همزمان با این، امریکا درخواست طالبان برای گفتگوهای صلح را رد کرده. وزارت خارجه امریکا گفته است اگر طالبان به صلح تمایل دارند بهتر است با حکومت افغانستان گفتگو کنند. از سوی هم دکتر عبدالله میگوید حکومت وحدت ملی اراده قوی برای گفتگوهای صلح دارد و یک بار دیگر از هراس افغانان به ویژه طالبان میخواهد که دست از جنگ بردارند و به روند صلح بپیوندند. طالبان اخیراً در نامه به کنگرس امریکا خواهان گفتگوهای مستقیم با امریکا شده بودند. گزارش میبینیم از عماد روستایی.
در پی تلاش‌های صلح و فشار به پاکستان، اخیراً طالبان در نامه‌ای به کنگره آمریکا خواهان بیرون شدن نیروهای آمریکایی از کشور شده و به گونه‌ای چراغ سبز به گفتگوهای مستقیم با آمریکایی‌ها نشان دادند. حال با گذشت یک هفته از این درخواست، وزارت خارجه آمریکا این خواست طالبان را رد کرد. اگر طالبان اراده جدی برای گفتگوهای صلح در افغانستان دارند، باید در نخست با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، چون این بهترین گزینه برای دستیابی صلح در افغانستان است. اما ما این موقف خود را با صراحت با پاکستان هم شریک ساخته ایم و به گونه روشن به این کشور گوش زد کرده ایم که دست از پشتیبانی مالی و پناه دادن به هراس افغانان و به ویژه طالبان در خاکش بردارد. در کابل اما تلاش ها برای صلح جریان دارد. این محفل هم در همین راستا برگزار شده است. رئیس شورای عالی صلح و رئیس اجرایی حکومت از سخنرانان هستند. در افغانستان اسلامی جمهوریت اجرای رئیس. دکتر عبدالله میگوید اراده حکومت برای صلح قوی است. در حکومت وحدت ملی عزم و اراده قوی به خاطر پیشبرد عملی صلح وجود دارد. امیدوار هستیم که امی صدای مردم افغانستان است، امی صدایی که صدای واحد است و در این تمام اقوام افغانستان، تمام مردم افغانستان شریک هستند، این صدا را مخالفین بشنوند و دست از جنگ بردارند. ما اگر ما هیچ خبری نباشیم، یک بخش از راه خود مذاکره کنه، بخش دیگه از راه خود، ما هم از بخش خود، چیزی طبیعی است که شاید ما نتیجه مطلوبه گرفته نتونیم. طالبان بارها به درخواست حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح پاسخ رد دادند. حالا که امریکایی ها هم گفتگوهای مستقیم این گروه را رد کرده، دیده شود سرنوشت تلاش های صلح به کجا می انجامد. هرچند حکومت وحدت ملی سند را در نشست کابل نیز ارائه خواهد کرد که کشورهای منطقه برای تلاش های صلح در افغانستان ترغیب می کند. رئیس جمهور غنی هشدار می دهد برای کسانی که نمی خواهند قانون عملی شود، هرگز اجازه داده نخواهد شد تا مانع پیشرفت کشور شوند. محمد اشرف غنی تاکید دارد که جوانان برخلاف آنانی که می خواهند ملت را تقسیم کنند، دنبال ایجاد وحدت میان مردمند. از سوی هم فرد نخست کشور صلح را نیاز حیاتی برای افغانستان می داند و تاکید دارد که برای رسیدن به این پدیده باید اصلاحات گسترده به میان آید. گزارش هم در این مورد داریم که تا لحظات بعد می بینیم. و حالا هم در یک خبر دیگر، حکومت افغانستان و دیدبان حقوق بشر مسئله اتهام جنایت ضد بشری در مورد نیروهای امنیتی کشور را به گونه جدی بررسی می کند. دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش نوشته است که یک واحد نیروهای ویژه امنیت ملی در جریان یک عملیات شبانه در قندهار 20 غیر نظامی را به رگبار بستند. این نهاد از حکومت افغانستان و نظامیان آمریکایی خواسته تا این رویداد را جدی بررسی کند. گزارش می‌بینیم از محمد قاضی رسولی. در جنوب کشور قندهار، ولایتی که هر از گاه گواه رویدادهای خونین است. به همین دلیل نیروهای امنیتی هم عملیاتهای را در این ولایت را اندازی می کنند. چنان که در یکی از شبهای ماه نخست سال روان میلادی، نیروهای ویژه امنیتی ملی دو هدف را در ولسوالی های میوند و پنجوایی از میان برداشتند. عملیات شب هنگام که حالا دیدبان جهانی حقوق بشر ادعا دارد که گویا در این عملیات غیر نظامیان نیز کشته شدند. نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان با پشتیبانی هوایی نظامیان آمریکایی 20 روز پیش عملیات ویژه را بر ضد طالبان در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند و ریگ ولسوالی پنجوایی قندهار را اندازی کردند. اما در این عملیات در کنار کشته شدن 50 طالب، افراد در حال فرار نیز به رگبار بسته شدند. دیدبان جهانی حقوق بشر افزوده که منابع محلی به این سازمان گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان بر کسانی که فرار میکردند آتش میگشودند. در این گزارش از یکی از شاهدان نقل قول شده، وقت هواپیماها آمد ما فرار کردیم ولی نیروهای امنیتی شلیک میکردند.
پژوهشگر ارشد دیدبان جهانی حقوق بشر همچنان گفته است که رهبری این عملیات را سلطان محمد فرمانده پلیس ولسوالی میوند از نزدیکان جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه ولایت قندهار عهده‌دار بوده است. منابع در ریاست امنیت ملی که نمیخواهند از آنان نام گرفته شود به تلویزیون یک میگویند یک هیئت حقیقت یاب گماشته شده تا چگونگی عملیات قندهار را بررسی کند، اما آنچه پرسش هایی را به همراه شده است. متاسفانه نهادهای حقوق بشر اکثریت وقتی که جنایتکارا صدها هموطن ما را میکشند، قتل عام را روا میدارند، لب به سخن نمیگذارند. باز اگر کوچکترین اشتباهی از دولت افغانستان میشه ساز و سرنا آغاز میکنن و خود را مدافع حقوق بشر میدانن. اکنون که نبردها کم کم فروکش کرده است، با کاهش فعالیت های حراس افغانان به ویژه طالبان در فصل زمستان، وزارت دفاع اعلام کرده است که در زمستان بیشتر تمرکز نظامیان کشور روی از میان برداشتن مرکزهای این گروه است. از سوی هم وزارت دفاع گفته بود برای کاهش توان جنگی طالبان در فصل پیش روی جنگ در فصل سرما تنها فرماندهان کلیدی طالبان را هدف می‌گیرند. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید بررسی‌های فنی این کمیسیون نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها در زمان تعیین شده برگزار شده نمی‌تواند. معاون عملیاتی این کمیسیون تأکید دارد که ممکن این انتخابات از 1 تا 3 ماه به تأخیر برگزار شود. اما برخی جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اراده و ظرفیت برای انتخابات را ندارند و در صورت ادامه این وضعیت حتی برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده هم ناممکن خواهد بود. گزارش می‌بینیم از سجاد محمدی. کمیسیون مستقل انتخابات 16 سرطان سال آینده را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها اعلام کرده بود. اما به دنبال کندکاری های زیاد و نبود آمادگی های لازم، تیم های فنی کمیسیون مستقل انتخابات بررسی هایش را درباره این که آیا در چنین وضعیت امکان برگزاری انتخابات در 16 سرطان سال آینده وجود دارد یا نه آغاز کرده بود. اکنون پس از پایان این بررسی ها پاسخ به این پرسش منفی است. مطالعات تکنیکی ما در داخل کمیسیون نشان میده که تاریخ انتخابات به احتمال تاخیر مواجه هست و امکان داره که بین 1 تا 3 ماه با تاخیر مواجه بشه. اگر خدا نخواسته موردی در ارتباط به تاخیر انتخابات به وجود می آید، به خاطر داشته باشین که این فقط مسئولیت دو کمیسیون نخواهد بود، چون جوانب مختلف و مسائل مختلفی هستند که میتونن بالای برگزاری یک انتخابات شفاف اثرگذار باشد. گفته می شود که کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ماه میزان سال آینده را زمان تازه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها اعلام کند. اما مصروف شدن کمیسیون مستقل انتخابات در این زمان به برگزاری انتخابات پارلمانی بر آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار دانسته می شود. اگر احیانا یا آمادگی تکنیکی را نداره، به 1 الا 2 ماه تاخیر می توان که انتخابات برگزار کنه، ولی 3 ماه خطرناک است، به خاطر از اینکه باز به ریاست انتخابات ریاست جمهوری تاچ می. همزمان حتی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی نگران برگزار نشدن انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها در سال آینده هستند. تنش های سیاسی یکی از موانع بزرگ سر را انتخابات است. ظرفیت دفاتر ولایتی کمیسیون مشکل دیگی هست. عدم منجمنت یا مدیریت زمان توسط کمیشنرها یک چالش دیگی هست. نبود اراده حکومت یک چالش هست. ناامنی چالش دیگی هست که ما را نگران ساخته که زیاد مطمئن نباشیم که انتخابات بتانه در سال آینده برگزار شود. بر بنیاد قانون انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها باید در بهار سال 1394 برگزار می شد، اما بنابر دلیل های گوناگون این انتخابات تا هنوز برگزار نشده و 3 سال است که نمایندگان کنونی مجلس به گونه غیرقانونی به کارهایشان ادامه می دهند. و حالا هم گزارش می‌بینیم از طارق ثاقب در پیوند به هشدار غنی برای کسانی که نمی‌خواهند قانون عملی شود.
ظاهراً امروز رئیس جمهور غنی روز پرکاری بوده است. حضور گرامی لطفاً چاشته امروز اینجا در برنامه‌ای با بزرگان قومی و جهادی و نمایندگان شوراهای ولایتی صلح را نیاز حیاتی کشور دانسته، اما تاکید می‌کند که بدون اصلاحات همه‌جانبه آمدن صلح ممکن نیست. صلح ضرورت حیاتی از این مملکت است. انال به قوت ما به نمایندگی تان صحبت کردم میتونم که ملت ما برای ایجاد صلح و برای بردست آوردن صلح اجماع کامل دارد. لده اجماع نمانند. آقای غنی در اینجا دانستن نیت اصلی مخالفان مسلح برای پیوستن به روند صلح را یکی از هدفهای نشست کابل میداند. نشستی که قرار است هفته پیش رو در کابل برگزار شود. بحران میراثی است، اما بحران طبیعی نیست. چرا در بحران زندگی کنیم؟ این سوال باید ملت به صورت اساسی کنه و ملت اجماع داره. کسایی که در بحران فکر میکنن که مایی گرفته میتونن، اینا فکر دوباره کنن. ملت اجازه بحران افزایی را به کس نمیدن. اما پس از چاشت امروز اینجا در میان جوانان هراتی در مراسم سپردن پرچم مزین شده با 1,000,000 امضا کنایه هایی سر می دهد. سو نفر خارجیان که نستل کم کنفرانس که یا نقشه جور نکرن نوم افغانستان بی خود مقدا وطن نکلاره. او مقبه پالو. آقای غنی نسل جوان کشور را هم به خودش تشبیه میکند به دو دلیل. یکی اینکه جوانان عقده نمیگیرند، دوم هم اینکه 30 سال عمرش را که در بیرون از کشور گذشته صفر حساب میکند. اونا که کوتا نظر هستن و کوتا بین هستن میخوان تقسیم ما کنن تا بعد از او به هیچ بدل شویم. شما متحد میسازین تا به قوت عظیم بدن. در حالی که این روزها آغاز روند بایومتریک کارمندان ریاست جمهوری برای گرفتن شناسنامه های الکترونیکی با واکنش های خیلی تند و وسیعی روبرو شده و بسیاری از سیاستگران حتی شریک 50% حکومت هم به آقای غنی هشدارهایی دادند، اما رئیس جمهور در سخنرانی هایش به این موضوع خیلی توجهی نشان نداده است. ژاپن بالاتر از 13,000,000 دلار به هدف پشتیبانی از روند انتخابات پارلمانی در سال پیشرو کمک کرد. این پول قرار است از طریق برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای بلند بردن ظرفیت کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیشرو به مصرف برسد. سفیر ژاپن در کابل هرچند چالش‌های امنیتی را کلانترین مانعی برای برگزاری انتخابات می‌داند، اما تأکید دارد که کشورش آماده است تا حکومت افغانستان را برای برگزاری یک انتخابات شفاف کمک بیشتر کند. در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد از اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال می‌کند و تأکید دارد که باید انتخابات پارلمانی به گونه شفاف و در وقت تعیین شده آن برگزار شود. در بخش ورزش هم بسته تصویری می‌بینیم از ظاهر نوری که نگاهی انداخته به تازه‌های ورزش. تمرینات مشترک باز محمد مبارز و احمد ولی هوتک برای رویارویی با حریفانشان در سازمان جهانی ACB. قرار است تا 2 روز دیگر این ورزشکاران کشور پس از چند ماه تمرینات فشرده پا به میدان رقابت بگذارند. مبارز از 3 ماه به این سو برای حضور قدرتمند در برابر حریف اسکاتلندیش در تایلند تمرین کرده است. الحمدلله تمریناتم خیلی خوب پیش رفته، از آمادگی های خوب برخوردار هستم و امیدوار هستم به یاری خداوند جل جلاله و به دعا و حمایت مردم شریف افغانستان بتانم در تاریخ 23 فروری در شهر دبی در سازمان ACB در برابر حریف اسکاتلندی خود یک مبارزه خوب داشته باشم. احمد ولی هوتک هم که 2 ماه در کابل تمرین کرده از آمادگیش در برابر حریف اوکراینیش میگوید. 2 ماه میشه معمولا هر روز 2 تایم تمرین خود 100% میکردم. روزایی میشد که 3 تایم تمرین هم میکردم. من گفتم میتونم که یک روز 4 ساعت 5 ساعت تمرین میکردم.
این رقابت ها در سازمان جهانی ACB در امارات متحده عربی برگزار می شود. رقابت هایی که برخی ها تأثیر آن بر وحدت و همدلی این ورزشکاران را مهمتر از دستاورد می دانند که هوتک و مبارز در آن می داشته باشند. ما تصمیم گرفتم که امی هر دو جوان ما امو مطل پشتوز که میگن داگز در میدان هنر خود امو چیزی که یاد دارن در مقابل دو اجنبی در خارج از کشور در حضور جهانیان نشان بتن. اینا از آمادگی خوب برخوردار هستن. ولی جان هوتک تقریبا دو ماه میشه که در کلاب خودم امرای خودم مویتای کار کرده و باز محمد در سه ماه در تایلند کمپ پوکوت تاپ تیم تایلند دوجه قرنطین بود. احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز که چند پیش هم دیگر را به مبارزه فرا خوانده بودند حال برای حضور در این پیکارها شعارهایی دارند. پیروزی نام افغانستان باشه و در او پیروزی تمام ملت افغانستان، تمام اقوام ملت افغانستان شریک خود بدانند. پایام سال به تمام جوانان بدم و خودم یک پایام شخصی، یک خواهش از جوانان میکنم که بیاید انسان پرست باشیم، نه انسان پرست، نه قوم پرست. باز محمد مبارز و احمد ولی هوتک دو چهره سرشناس مبارزات آزاد کشور قرار است تا چند روز دیگر در بزرگترین سازمان جهان یعنی ACB در شهر امارات دبی پا به میدان مبارزه بگذارند. آقای مبارز هم از سه ماه به این طرف در بزرگترین کمپ تمرینی در تایلند آمادگی گرفته و همچنان آقای هوتک هم از دو ماه به این طرف در شهر کابل آمادگی های زیادی در این مسابقات دارند و این مسابقات قرار است به گونه زنده و قانونی از شبکه تلویزیونی یک نشر شود. ظاهر نوری، تلویزیونی یک. مهمترین ها در عصر چهارشنبه همین قدر بود. ممنون از همراهیتان. بقیه شبتان خوش.